توی این عکاسی ما داشتیم یه دو سه نفر آتیش می‌زدیم، ولی خب تونستیم همچین عکسایی رو بگیریم. سلام بچه‌ها، من امیدوارم که تو خوب باشه. رسول بود که هستم، خیلی خوش اومدید به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم بیاتون چقدر من سابسکرایب کنین، اگرم سوالی داشتین آخر ویدیو توی کامنت ها منتظرتونم. اگر این ستاپ جذابیه و دوست دارین توی ویدیوهای خودتون یا توی عکاسیاتون ازش استفاده کنین، میتونین داخل پیج اینستاگرامم که توی دیسکریپشن گذاشتم توی هایلایت ستاپ آموزشش رو ببینین و پیادهش کنین، و اگرم پیادهش کردین دوست داشتین منم تگ کنین. خب عکاسی که ما متین داشتیم خیلی باحال بود. متین یکی از رفیقای منه و مدل نیست، خیلی سخت بود عکاسی باهاش، چون کسی که مدل نیست یک مقداری جلوی دوربین ایستادن و حالا جست گرفتن براش نسبتاً سخت داره. و این نکته هم بهتون بگم که سعی کنین اگر حالا رفیقتونه که باهاش اوکی این رفیقین و میتونین با همدیگه حالا صحبت کنین و اون چیزی که میخواین رو تو ذهن همدیگه نزدیک کنین، ولی اگر مشتری داشتین که اذیت بود و شاید سری اولش بود اومده بود عکاسی و اینا، سعی کنین باهاش رفیق شین، سعی کنین باهاش صحبت کنین در حد، نه اینکه باهاش رفیق شین رفاقت چیز، نه، سعی کنین با مشتریتون در یک حدی باشین که حرف همدیگر رو بفهمین، و این کار باعث میشه که عکساتون عکسای بهتری بشه. چون وقتی که مشتری حس خوبی از شما نگیره نمیتونه جست خوب بگیره. شما اگر با یه نفر بدفاز باشین 100% نمیتونین کنارش مثلا خیلی خوب وایسین، عکس بگیرین، جست بگیرین یا تایم بگذارین. پس سعی کنین که با مشتریاتون یا حالا کسایی که مدل نیستن و میخوان عکاسی کنن باهاشون رفاقت کنین و اخلاقش رو تو دستتون داشته باشین که بتونین خروجی های خوب بگیرین. ما برای این عکاسی میدونم باورتون نمیشه، ولی فقط یک شاخه نور داشتم و فقط یه دونه پنل LED بود. این پنل LED چیزیه که من معمولا توی عکاسی هم استفاده میکنم برای اینکه بخوام رنگی رو به فضای تصویرم بدم. و برای گرفتن این سبک عکس ها خب ما نیاز به رنگ های مختلف داشتیم. یعنی جدا از اینکه حالا اون عکس آتشیه بود، خود همون آتیش هم یک شاخه نور در واقع حساب میشه دیگه، چون داره یک فضایی رو روشن میکنه. ولی برای نور پرکننده و حالا به نظر من برای کیلایت یه دونه از اون RGB ها کفایت میکرد. شما میتونید برای اینکه حالا تصویر میخواییم بگیرید، چه موزیک ویدیو بخواییم پر کنین، چه عکاسی بخواییم بکنین یا حالا یه تصویر جذابی رو بسازین، کافیه که با استفاده از یه دونه RGB یک رنگی رو به فضاتون بدین. و حالا اگر آتیشی دارین، اگر نورافشانی دارین، اگر اون فضا فضای پرنوریه، یک رنگی باشه که به همدیگه بخوره و سنخیت داشته باشه. برای مثال من توی این عکسی که الان دارین میبینین چیکار کردم؟ اول که اومدیم با استفاده از بنزین و تعدادی چوب اومدیم این آتیشه رو روشن کردیم و چند نفر پشت صحنه بودن که هی بنزین میریختن. و لحظه‌ای که این عکس ثبت شده ما یک بنزین رو روی آتیش ریختیم و اون لحظه‌ای که گور گرفت دقیقا تصویر رو گرفتم. یعنی سرعت شاترم بالا بود، تصویر کاملا تیره‌ای بود و با استفاده از اون نور و یه دونه RGB برای پر کردن صورتش ما تونستیم همچین تصویری رو در بیاریم. عکسی هم که من گرفته بودم با لنز 105 f/1.4 سیگما بود و دوربینم هم 60 مارک 2 بود که دوربین قبلی بود و به نظر من دوربین خوبی بود. یه دوربین 24 مگاپیکسلی که بخواستم حالا تصویر توی شب بگیرم کارم رو در می آورد. حالا نکته ای که میخواستم بهتون بگم فاصله سوژه نسبت به آتیش و زاویه نوری که آتیش داره به سوژتون میزنه خیلی مهمه. خیلی باید حواستون به این قضیه باشه که بدبختو آتیش نزنید. و بنزین چیز خطرناکیه، یعنی زمان عکاسی خیلی باید حواستون باشه یا یه نفر باشه که با فاصله بخواد این کار رو انجام بده که اتفاقی خدایی نکرده برای کسی نیفته. و من برای اینکه بخوام اون نوری که روی صورت سوژه افتاده بود رو یه جورایی به این شکل در بیارم که انگار نور مثلا توی شهره و بخواد اون نوره رو پر کنه، اومدم با استفاده از یه دونه پایه، یعنی با استفاده از تک پایه و پیچ کردنش روی همون RGB از زاویه 45 درجه مثبت بالاش دادم بهش که اون نوره رو پر کرد و حالا توی ادیت من پر نورترش کردم. و برای عکسای دیگه‌ش هم اومدم با استفاده از آتیش که نور گرمی بود، یعنی ترکیب رنگی مثلا نارنجی و قرمز و حالا زرد بود، اومدم یه رنگ آبی دادم که یک کنتراست رنگی خیلی شدید رو ایجاد کنم و یک حس جذابی رو توی عکسام بدم. با استفاده از این ترکیب رنگ ها و شناخت هارمونی رنگ ها شما میتونید تصاویر جذابی بسازید. یعنی من با یه دونه آتیش و با استفاده از چندین تا رنگ RGB تونستم همچین تصویرهایی رو خروجی بگیرم.
دیگه فکر نمی‌کنم نکته‌ای مونده باشه. اگر حالا سوالی براتون پیش اومده توی زمان عکاسی با آتیش و حالا استفاده از این RGB ها، میتونید توی کامنت ازم بپرسین. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خدافظ.